خانم هاو آقایان، سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستاره دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما آقایان، خانم ها البته و آقایان مثل از ناظرین محترم هستم. چرا گفتم آقایون؟ چون که الان پشت در یکی داره در میزنه، به نظرم میومد آقاست. یه چهره عجیب غریبی این آقا داره پشت در، حالا نمیدونم آقاست یا خانم، ولی بیشتر به نظرم میاد آقاست. اگه گفتید کیه؟ یادتونه که ما یه سال نیم پیش داشتیم صحبت میکردیم در مورد آدمی که مثل من و شماست و میسازندش. الان ساختم، الان آدم مثل من و شما دارن میسازند و این به نظر من یک خبر بزرگ و یک حادثه عجیب غریبیه که ما تقریبا یه سال دو ساله داریم در موردش صحبت میکنیم با آقای دکتر فرزان روح‌پرور، که به زودی ایشون میگفتن که آدم هایی ساخته میشن مثل من و شما با همین پوست با همین استخون، که شما نمیتونید تشخیص بدید که این ربات آدم مصنوعیه یا واقعا آدم واقعیه. و این ساختن، یعنی مراحل مهم ساختن آدم هایی مثل من و شما تکامل پیدا کرده و به جایی رسیدی که واقعا شکل من شماست و برای من خیلی جالب بود. حالا تشخیص اینکه شما بگید که این آقاست یا خانم آدم مصنوعیه، این دیگه هنوز به اون مراحلی که ظاهر سازیش رو کنن، مثلا خانم ها موش رو بلند کنن یا برای سینه بذارن، اینا هنوز به اونجا نرسیده و میرسه خیلی زود، خیلی زود میرسه. و من به نوعی تحول بزرگ که در همین برنامه ما ماهاست در مورد صحبت میکنیم، یا چند ساله، شاید دو ساله داریم در مورد صحبت میکنیم، به همین مناسب از آقای فرزان روح‌پرور خواهش کردم که بیان و امروز دیگه نمیخوام مقدمه بر برنامه باشه، چون چند تا تحول بزرگ در دنیای تکنولوژی و هوش مصنوعی مخصوصا رخ داده که من فکر میکنم که برازنده است که اول از همه به اینا بپردازیم. ببینید، ما باید با تکنولوژی جلو بریم. یک راه دور نریم، مثلا شاید حدود 40 سال، کمترم شاید 37-38 سال، 40 سال پیش، حالا برها همین 30-40 سال پیش فرق نمی کنه، همین ریسنتلی، همین سالهای اخیر، من تو ماشین بودم داشتم رادیو گوش کردم، دیدم که گوینده رادیو داره از یه چیزی صحبت میکنه که من اصلا کاملا متوجه موشان به طرف من به بلندگوی رادیو چسبیده بود. رادیو هم ABC بود. گوینده میگفتش که یه دستگاهی به وجود اومده، شما همین الان یه چیزی بنویسید، در عرض چند دقیقه، کمتر از چند دقیقه این به طرف میرسه و اسمش هست فکت. من اصلا براق شدم، این جریان چیه؟ آخه اون خواست این چیز بنویسی به فیتوه تلگرام، باست به تلگرام خونه می نوشتی می دادی تو صف رو می سه، بعد فردا این تلگرام دست یارو می رسی می بردن در خونهش می دادن. ولی این می گفتش که همین یه چیزی بنویسید
بفرستید و اون طرف همون موقع میگیره، فقط نمیدونست که در چه فاصله میگیره. بنابراین به شنوندگان گفت شما برای من فکس بفرستید. دیدم بودن توی مثلا کمپانی هایی کار میکردن و یارو میگفتش آقا ما فکس داریم. گفت کسایی که فکس دارن به ما زنگ بزنن. یه نفر یا دو نفر زنگ زدن این آمریکا، اونم شبکه ABC. بعد گفتش که شما یه چیزی برای من بنویسید، دقیقا بگید چه ساعتی اینو فرستادید، من میخوام در فاصله چند ثانیه چند دقیقه این فکس دست من میرسه. خلاصه بحث بر سر این بود، یه همون یکی دو نفر که فکس داشتن تو کمپانیشون تو شرکتشون فلان اینا، برای گوینده رادیو فکسر فرستادن. مثلا روش نشته مثلا الان مثلا 12:11:06 یا 1:06، یارو دستش تا گفت زنگ گفت داره میاد. یعنی دید که در عرض 30 ثانیه یه دقیقه، حالا اون موقع اینترنت خب ضعیف بود دیگه، این فکسه که این فرستاده دست این رسیده بود. آقا یک جنجالی تو این رادیو شده بود، تو خدا میدونه که فکس اومده که شما یه چیزی بنویسید اون وقت طرف میگید. خلاصه در این فاصله دنیا عجیب و غریب شده. حالا نوه منم که مثلا فکر کنم 5 سالشه 4 سالشه، اونم برای خودش فکس میفرسته، تکس میفرسته برای من. یه مثلا یعنی واقعا این اسباب بازی برای بچه ها شده. بنابراین این تکنولوژی به طور سرسام‌آوری داره جلو میره. باز یه روزی همین حدود مثلا 30 سال پیش 30 سال پیش من تو رستوران با یه نفر قرار داشتم، دیدم یه رفیق ما قرار بود بیاد اومد، دیدم یه چمدون اینجوری دستش اومد تو اینقدر، بعد گذاشت رو میز و من نگاه کردم این باز کردم این گوشی توشه، گوشی تلفن. گفتم این چیه؟ گفت تلفن همراهه، موبایله، میتونی با خودت اینور بر ببری. گفتم جدی میگی؟ گفت حالا میگم که جعبه با خودش میبود اینقدر. بعدش هم ماشینشو پارک کرده و درست جلوی رستوران یه آنتن ماشینه داشت که میخواست یه تلفن بزنه. اولین بار من اونجا تلفن دستی رو دیدم. بازی چمدون هم میکرد با خودش، ولی اعجاب انگیز بود. حالا ببینید چی شد، تکنولوژی به این سرعت وحشتناک داره میره جلو و ما اگر با اون همراه نباشیم وحشتناک عقب بیفتیم از زندگی. یعنی تکنولوژی در واقع ما رو میخوره. من امروز در مورد آدم مخصوصی که اینا درست کردم و پوست و گوشتش مثل ماست، به پیر به پیغمبر، تو که تمام گزارش ها حاکیه، گوش پوست داره، پوست. یعنی شما دست میزنید مثل دست آدم گرفتید. و این بحثی بود که آقای فرزان روح‌پرور در همین برنامه چند وقت پیش و چند سال پیش مطلقی با دنبالش رو گرفتیم تا امروز. از بدید که بریم پیامه رو ببینیم در مورد این انسان عجیب و غریب که به زودی سراغ ما میاد و در خونه شما رو میزنه و میگه من اومدم ستار دلدار، من مثلا فکر کن که حمید هستم، حمید مسعودی. باز درواز کنیم حمید مسعودی بیاد تو. بریم ببینیم تحولی که ایجاد شده چی هست. در این فاصله پیام‌ها رو میبینیم و برمیگردیم. غیر از این در زمین پزشکی داره وحشتناک هوش اصطناعی کار میکنه، خیلی عجیب. سرطان‌ها داره یکی بعد از دیگری میشناسه. دعا کنید که عمرتون طولانی باشید که یه هوش مصنوعی یواش یواش نزده شما به این زودی یا من به این زودی از این دنیا بریم. پیامه رو به هر وقت دلمون خواست بریم، پیامه رو ببینیم و برگردیم. باش. Prestige. Honor. Excellence.
These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوار، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. گل فروشی و هدیه سرای هارمونی. گل‌های زیبا با چیدمان حرفه‌ای ویژه مناسبت‌های گوناگون. تلفن 408-229-3113. آدرس ساراتوگا روبروی قنادی بی بی جنب استارباکس در شهر سن‌حوزه. هارمونی. سوپرمارکت کوپرتینو و رستوران پرژن کباب در خدمت هموطنان عزیز. ارائه انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات تازه، کباب داغ و انواع غذاهای خوشمزه اصیل ایرانی. بهترین کباب از ما، امتحان از شما. کیترینگ مهمانی ها و مجالس شما پذیرفته می شود. تلفن 408-257-1900. آدرس 7335 بالینجر رود در شهر کوپرتینو، شمال کالیفرنیا. انور بازار اینک با مدیریت جدید ایرانی در خدمت شماست. انواع گوشت و مرغ حلال، میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و انواع سوسیس و کالباس، خشکبار و تنقلات ایرانی و افغانی، برنج و چای در برندهای متنوع، نان بربری تازه هفت روز هفته، کباب داغ جمعه، شنبه و یک شنبه ها از ساعت 11 صبح. آدرس 2626 یونیون اونیو در شهر سن‌حوزه. تلفن 408-559-6175. خب با
سلام مجدد. برمیگردیم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی اکثریت شما هموطنان بسیار بسیار عزیز و گرامی ما، از جمله جناب آقای دکتر مهندس فرزان خان روح پرور. آقا سلام علیکم. خوبی آقا؟ بله خب خدا رو شکر. آقا فرزان، شما قبلا ما توی برنامه بحثشو کردیم، برای خود منم یه ذره دور از ذهن اونجایش بود که شما میگفتید که انسانهای مصنوعی به زودی پوست و گوشت خواهند داشت. الان ما ببینیم که ژاپنیا کردن این کارو و میخواستم یه ذره توضیح بدید که داریم قبل از که اینو اتفاق بیفته شما در مورد صحبت کردید، ولی که دلم بخواد حالا در مورد جزئیات این اتفاقی که افتاده بیشتر مورد جریان بذارید. درصد. البته بازم خیلی خوشحالم که بتونم در خدمتتون شما و بینندگان عزیزتون باشم. همونطوری که گفتیم، بدن واقعا یک چیز بسیار پیچیده و پر عظمتی هست. شما اگه نگاه کنید، قلب شما در هر دقیقه داره 5.5 لیتر خون ازش رد بشه، پمپ به بدن میکنه، و اگر شما حسابش کنید در روز حدود 100,000 بار قلب شما داره میزنه، در سال 3.5 میلیون لیتر شما داره خون از قلب شما مرتب پمپ میشه به بدن شما. اگر نگاه کنید رگهای شما، موی رگهای شما، سیاه رگها، سرخ رگهای شما رو مثلا بخوان کنار هم بزنن، اندازه گیر کنن، تقریبا میتونم بگم 100,000 کیلومتر ما رگ در یک بدن انسان هست. 100,000 کیلومتر شما نگاه کنید، محیط کره زمین 40,000 کیلومتر هستش و طول این رگ و پی ما، رگ های ما بیش از 100,000 کیلومتر، یعنی دو برابر نیم کره زمین، محیط کره زمین ما رگ در بدنمون وجود داره. شما اگر حسابش کنین تعداد ماهیچه‌ای در بدن، حدود 640 ماهیچه ما در بدن داریم، وقتی شما یک قدم بکنین بردارین 240 ماهیچه داره استفاده میشه. روحی است و تعداد مثلا استخوان‌های بدن نگاه کنید، مثلا حدود 300 استخوان در بدن یک انسان هستش وقتی که به دنیا میاد. البته وقتی که بزرگ و بزرگتر میشیم این تعداد استخوان‌ها چون که به هم دیگه متصل میشن، دیفیوز میشن به قول آمریکایی ها، این مثلا حدود 200 میشه، 206 تا مثلا میشه. رو همی است، انسان واقعا یک بدن بسیار بسیار پیچیده ای داره، ولی خب ربات ها رو دارن درست میکنن مرتب و موتورهای زیادی دارن میذارن که بتونن این رفتار ماهیچه‌ای و اینها رو بتونن تقلید کنن. و شما مثلا وقتی لبخند میزنید ببینید چندین ماهیچه داره در صورت شما داره کار میکنه. به خاطر همین بعد تعداد موتورهایی که در بدن بعد بذارن که فقط اون ایمپرشن صورتتون رو که مثلا وقتی اخ میکنین، لبخند میکنین، بذارین چشمتون میخواین باز کنین، میخواین ببندین، به اطراف میخواین نگاه کنین، حالتهای مختلف صورتتون، خب خیلی چالش‌های بسیار زیادی داره که آدم اینها رو بخواد واقعا درست مثل یک انسان بکنه. ولی خب همونطوری که فرمودین الان به یک پوینتی رسیده که خب اعضای بدن رو دارن درست میکنن و دارن کاری میکنن که خب بیشتر شبیه انسان‌ها باشه و بیشتر سیلیکون استفاده میکنن. مثلا شما نگاه کنین مثل که میخوان بدنشون مثلا سینه‌هاشون میخوان بزرگتر بکنن، یا مثلا میخوان پاهاشون بزرگتر کنن، میرن سیلیکون میذارن در قسمت بدنهاشون، جراحی میکنن و خب یک امری هستش که آردی پزشکان باهاش روبرو بودن. ولی خب الان طوری شده که نه تنها دارن از سیلیکون استفاده میکنن، ولی خب در ژاپن دانشمندان ژاپنی اومدن یه راهی پیدا کردن که پوست درست کردن که بتونن پوست رو پیوند بکنن به این بدن ربات ها. و خب البته چشم انداز اینا اینه که ایجاد ربات هایی کنن که بیشتر ظاهرشون شبیه به انسان ها باشه، درست حالت پوست داره که اگه مثلا پوست این ربات ها زخم بشن
خودشون هیل میکنن، خودشون درست میکنن. مثل مثلا دست آدم که زخم میشه خودش درست میشه. این به این نتیجه رسیدن که این تیم پژوهشگران که در توکیو اصلا با الهام گرفتن از پیوند پوست انسان ها دارن از اونها یه نمونه هایی درست میکنن که در صورت این چیزا میذارن، ربات ها میذارن و خیلی دارن سعی میکنن اون نرمی پوست و حالتی که درش وجود داره بتونن در ربات ها به وجود بیارن. یه گفتم یه زمانی میرسه که ماها واقعا خیلی مشکل خواهیم فهمید که فرق انسان ها با ربات ها چی خواهد بود و این در آینده نزدیکی من فکر کنم شاید مثلا 7-8 نه شاید 10 سال مثلا تو سال 2030 2032 اینا این اتفاق بتونه راحت بیفته که با همین کمک هوش مصنوعی ما بتونیم پوست و استخوان و اعضای بدن رو بتونیم به عنوان سه‌بعدی پرینتش بکنیم. همون کاری که پرینت کردن سه‌بعدی اجسام سه‌بعدی ما داریم الان روزانه مرتب درست میکنیم. خب اعضای بدن هم دارن با کارهای سه‌بعدی انجام میدن. من فکر میکنم هوش مصنوعی به صورت عجیبی داره به صورت نجومی داره این مرتب بزرگ و قدرتمندتر میشه. تا سال 2030 5-6 سال دیگه من فکر کنم وابستگی به ربات ها بیشتر گسترده میشه. دستیارهای شما همه هوش مصنوعی خواهند بود و شما خب مشکل میتونید بفهمید که مثلا اینا انسان هستن از راه دور، اگه مثلا دیگه ممکنه از نزدیک بیشتر متوجه بشید. پیشبینی در اینه که تا 2040 ادغام رحم‌های مصنوعی برای تولید رباتایی که شبیه انسان هستن به وجود خواهد آمد و این یک چیز فرایند بیولوژی خواهد بود. و یعنی مثل حامله میشن چیز مصنوعی و رحم های مصنوعی درست میکنن. ای بابا پس بنابراین مثلا یکی میخواد زن بگیره مثلا تو ایران الان اینا خواستگاری دیگه نمیرن، میرن به یه کارخونه میگن که آقا ما یه زنی میخوام با یه مشخصات، چش ابرو اینجوری باشه، موهاش اینجوری باشه، سینه هاش اینجوری باشه، وزنش اینقدر باشه، همونی که میخوان مثل گل بهش تحویل میدن. آره اینجوری میشه دیگه. یا حتی شوهر مثلا حتما نباید زن باشه، خانم ها میتونن شوهر. آخه ما زیاد در مورد شوهر فکر نمی کنیم. نه واقعا باید دادن دو طرفه حق خانمه رو ما داریم اینجا میخوریم. یه دفعه ذهن آدم اولی چیزی که میره خانمی که بلند با یا مشکی و چه شبو چمونی و نه یه چیز حالا از نظر علمی شما که این چیزی بودی جالب بود برده مثلا گفتید خودش یعنی زخم میشه گوسته یا رو آدم مصریه خود به خود درست میشه خود مثل دست انسان. دقیقا دارن اون پوست ها رو که دارن درست میکنن همون حالت بیولوژی بدن انسان داره و اگر زخم بشه میتونن درستش کنن و خودش خوب میشه، خودش رو ترمیم میکنن و این چیزی هستش که آردی خودشون چیز کردن، ریپورت کردن درباره این مسئله که به اونجا رسیدن. ولی خب من فکر کنم هنوز خیلی خیلی کار زیاد مونده تو به قول معروف میگن تا گوساله گاب گردد دل صاحبش آب گردد، یه مقدار طول خواهد کشید تا به اون حد برسیم که واقعا نه با 15 سال چیزی نیست دکتر جون. الان بگی 2000 بگی 2040 الان 2024 16 سال دیگه بگی که چی میگن رحم و نمیدونم بچه میزان دو نمیدونم چه هم گرفتاری شدید. آقای ببن هوش مصنوعی واقعا واسه بهبود ساخت پروتز ها و ایمپلمنتیشن واقعا این چاپ سه‌بعدی که اینا رو پرینت میکنن، چاپ سه‌بعدی واقعا یه مسئله هستش که من فکر کنم الان دارن خیلی روش کار میکنن و سعی میکنن از آهن و نمیدونم تخت و چوب و غیره نباشه، سعی میکنن از چیزای مواد بیولوژی بدن. آقا نه این حال پر توضیح بدین این پرینت سه‌بعدی دقیقا بگید چیکار میکنه. من شما وقتی یک الگوی شما مثلا میخواین اگر شما نگاه کنید الگوریتم یادگیری ماشین میتونه چیز کنه، میتونه از بدن انسان ها اسکن بکنه
و این اسکنها رو میتونه دقیقاً تجزیه و تحلیل کنه و طراحی بکنه و شخص سازی بکنه. مثلا اگه طرف قلبش مثلا میخوان تعویض کنن یا میخوان ترمیم کنن یا میخوان استخون دستش یا ماهیچه مثلا یه قسمت از بدنش میخوان عوض کنن، خب اونا چی کار میکنن؟ اسکنش میکنن، تحویلش میدن به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی میتونه قشنگ دقیق اینا رو انالایز کنه و اندازه‌گیری کنه و بدونه چه متریال های استفاده کنه که بدن اونا رو دفعش نکنه و میتونه یک با اناتومی بیمار تناسب بهتری داشته باشه. برنامه زیری جراحیشون میتونن قشنگ با هوش مصنوعی میتونن استفاده بکنن از اسکن های پزشکی که میکنن، مدل های سبودی از بدن انسان به وجود بیارن و اونا رو قشنگ جاسازی کنن. و من فکر کنم خود جراحی وقتی که برنامه جراحی شد میشه، این جراحان به کمک این ربات ها میتونن این کارهای پیچیده رو انجام بدن. الان شما دقیقا وقتی که من رفتم UCSF در همین دانشگاه سان فرانسیسکو داشتم اتاق عملشون نگاه میکردم، دیدم تعداد ربات هایی که عمل انجام میدن واقعا اونجا در اون اتاق عمل بسیار زیاد بود و هر کدومشون کارهای مشخصی انجام میدادن. و من میگم این چالش ها و پتانسیال هایی که در آینده به وجود اومده واسه این چالش های مثلا چاپ زیستی رو نگاه کنین، میتونه چاپ کامل اندام و بافت های انسانی برای پیوند به وجود بیارن. همچنان بعد قابل توجه هستش که اگر شما نگاه کنید موادی که میخوان استفاده کنن اونو باید سازگار باشه با بدن. اگر سازگار نباشه شما میتونین چیز کنین، شما میتونه بدنتون اینا رو دفع کنه. و بعدن هم خب اگر مثلا شما یه چیزی رو الان بسازین، بعدن ساختن یک چیز دیگه مشکل هستش آدم بخواد دقیقا همون رو درست کنه. ولی با تکنیک هایی که ربات های این روزا انجام میدن، تکرارسازی این چیزهای زیستی خیلی راحت تر در آینده انجام خواهد شد. خدا باور کن آدم سرش سوت میکشه. ببینید اینا خانم آقای وقتی که آقای روح‌پرور میگن که 2040 یعنی همین گوشه است، همین بغل داره میاد 2040، یه چیزهایی هستش که واقعا آدم باورش نمیشه. با این سرعت همگانی میشه، با این سرعت میاد، با این سرعت جا میگیرن. مثال خیلی از شما دوستان عزیز حتما آقای مهدی ذوالفقاری رو به خاطر دارید. آقای مهدی ذوالفقاری از همکاران من بودن. اولی هم که ما تلویزیون 24 ساعته رو شروع کردیم در لس آنجلس، ایشون با من بودن، اومدن لس آنجلس و تا چند سال پیش هم یا دو سال پیش هم تو همین برنامه در خدمتشون بودیم. چند مدتی بود که شنیده بودم بیمارم، خب زنگ میزدم معمولا یک ماهی میشد که دیگه خب تماسی نداشتیم با هم دیگه و اینا، من گرفتار اون گرفتار. تا پری روز بهش زنگ زدم، همه آقای ذوالفقاری که میومد بحثای سیاسی میکرد و پرسیدم حالت چطوره؟ گفتم عمل قلب. گفتم اه چه؟ گفت مثلا سخت پیش. گفتم خب چی بود جریان؟ گفت دریچه قلبم رو عوض کردن. خب اینا ما شنیدیم دریچه قلب عوض میکنه. گفتم خب حالا چطور؟ گفت عالی. گفتم خب عمل چی بود؟ گفت دریچه قلبم رو با دریچه قلب خوک عوض کردن. گفتم آسفه چی گفتی؟ دریچه قلب خوک جای دریچه قلب تو زدن؟ گفت آره. گفتم من اینا رو توی مجله ها و کتاب ها و اینا میخوندم که آزمایشات داره میشه اینا. این داستان یه قدیمی شده. گفتم الان قلبت خوب کار میکنه؟ گفت فلانی به خدا هر روز اول بهتر. گفت موقع نمیتونستم بخوابم شبا، الان راحت میخوابم. گفتم با دریچه قلب خوب؟ گفت آره. مشخصات دارم. گفت راحت میخوابم
و نفس اون موقع نمیتونستم بکشم، خیلی سخت بود برام نفس کشیدن. الان مثل 18 سالگی دارم نفس میگیرم و مشخصا دیگه هم میگم که از اون که دریچه قلب خوک بهش بس کرده آدم تازه شده. باور کنید که من آقای روپرور همیشه پای تلفن مونده بودم، چون اینا رو شنیده بودم و این نگوی سالها داره عمل میشه. بنابراین خانم آقایون اگه فردا مثل امروز من دیدی که در میده تخت تخت همیه در باز کن، من حمید مسئولیم یا شهید مسئولیم، باورت میشود که همین روزا در از میزنن، زنگ میزنن و در میزنن میان تو. آقای روح پرور این پوستی که درست کردن روی ربات دارن میکشن، پوستش مثل پوست ماست. البته من نمیدونم، چون من متاسفانه اون تصویری که روی هوا رو ایر پخش میشید خونه‌های مردم درست میگن. شما آقای خسروی اون تصویر پوستر رو پخش کردید؟ تصویر اون آدم مسئولیه که پوستش درست کردن؟ لطف کنید الان پخش کنید. آقای روپرور شما نفرستادید؟ من ایمیل فرستادم واسه سپر جان. آره من شنیدم که سپر گفت رسید. حالا یه چکی بکنید چرا آقای خسروی. آقای روپرور برای شما اوکی عزیزم. حالا خوب من خودمو میبینم، حالا میفهمم چی داره پخش میشه. شما معمولا تصویر فقط آقای روپرور رو میدیدم. حالا نگاه کنید این عکسی است که آقای خسروی، سپر خسروی کارگردان فنی که آقای روپرور برایش فرستاده، از این آدمی که با پوست انسان درستش کردن. و فقط من البته خب این الان مقدمات، مثلا نگاه کنید هنوز مثلا ابرو نداره، چون الان مسئله فقط پوسته است، دوبت چش و ابرو و فلان اینا فعلا نیست، مو و سر و اینا نیست. فکر تا لحظات دیگه میبینید، ببینید که چقدر عجیب و غریب، چقدر جالب این پوسته مثل پوست من شماست. و اینی که من گفتم بالاخره به زودی میتونید به سفارش بدید برای خودتون شوهر پیدا کنید، ببینید چه شوهری میخواید و چه اخلاقی هم میخواید. میخوام همش بخنده، میخوام شوهر همش جوک بگی، نه برعکس. خانوما بیا آقا اصلا ما نمیخوام خانم بد اخلاق باشه، ما یه خانمی برای ما درست کنید که هی به اون آقا اینو بردار بذار اونجا، چرا اینو پرت کرده اینجا، چرا نمیره تو حیات کار بکنی، چرا صبح تا شب آدم بگی چرا. آقای بیا یه خانمی میخوام که اصلا چرا بلد نباشه، یا بکن بلد نباشه، این کارو بکن اون کارو بکن این کارو بکن. اینا رو میتونید سفارش بدید، درست آقای روپرور؟ تکنولوژی میده اونجایی که شما بخواید سفارش بدید شنو آدم مسئولی میخواید. من مطمئنا در آینده فکر کنم این چویس واسه بشریت وجود داشته باشه که بخواد همدم خودش انتخاب کنه، چه مرد چه زن، و هم صحبتش باشه، هم حرفش باشه، هم دلش باشه. و خب اینا چون که خیلی سمارت هم هستن، خیلی هم باهوش هستن، میدونن از چه چیزهای شما بیشتر خوشتون میاد و چه چیزهای شما رو میرنجونه، و سعی میکنن بیشتر حرف دلتونه بزنن، چیزایی که شما رو بیشتر دوست دارین در اینترنت پیدا کنن که شما خوشتون میاد و خوشحالتون میکنه، جوکی که دوست دارین، حرفی که دوست دارین بشنوین. ولی خب من فکر میکنم چالشش اینه که هم سیاه باشه هم سفید. بعد اگه همه چی هم به وفق مراد بره، میگن قدر عافیت داند که به مصیبتی گرفتار آید. واقعا اگر نتونیم قدر این بحث ها و جدل ها و بکن نکن هایی که داره میشنویم نباشه، اون وقت زندگی من فکر کنم چالشش کمتر میشه و خیلی یک پارچه میشه. باشه اب نده بسید یک پارچه بشه. خب یه سفارش زفت آنها مقصودی بدیم یک پارچه باشه اصلا کارش همش بگیش هش کارها رو انجام. خب من فکر کنم برای دیدن این عکس ها تا آقای خسروی آمادش کنیم، ما بریم پیام ها رو ببینیم، بریم پیام های بازرگانی ببینیم و برگردیم و نگاه کنیم به پوستی که انسان برای خودش، برای آدمی که وجود نداره ساخته و آدمان دارش
شبیه خودش میکنه. پیام رو ببینو برمیگرد. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه‌گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوفر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. ریکو تجربه تازه در تنوع غذا. رستوران ریکو با ارائه کباب‌های ایرانی، فیله کباب، کوبیده، جوجه کباب، غذاها و دسرهای متنوع مدیترانه‌ای گشایش یافت. کیترینگ مهمانی و مجالس شما پذیرفته می‌شود. نشانی 3145 فیلمور استریت در سان فرانسیسکو. تلفن 628 867 36 71. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل ها و قیمت های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال.
و شنبه شبها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. روح پرور، پس بنابراین ما در یه زمینه های با هم اختلاف نظر داریم. شما اگر تا 2040، یعنی 15 سال دیگه من شما زنده بودیم و بعد حالا میاد قوانین چی میشه؟ یعنی مثلا هم شما مزدوجید هم من، هم شما زن دارید هم من زنده، هم شما بچه دارید هم من بچه دارم. حالا بس قوانین آمریکا حالا همیشه دنیا یواشش عوض بشه، میگن که حالا شما نمیتونید زن دوم بگیرید، حالا بس ما خودمون تلاش بکنیم قوانین رو توی این سالا بگذارونیم که گرفتن زن دوم هوش مصنوعی اشکال نداره. این هم هست که شما مثلا تو نمیتونید دوتا زن بگیرید که، ولی بس از هم حواستمون جمع باشید که بتونیم قوانین رو در مورد هوش مصنوعی اینجا دیگه سرمون کلا نره، از مزایای شرعی استفاده کنیم و بتونیم حداقل 4-5 تا زن مصنوعی هم بگیریم. حالا اگر گرفتیم و قانونم به ما اجازه داد در آینده که آقا هر مردی میتونه هر چقدر دلش بخواد، هر چقدر که نمیذارن، تو میگی رحمم دارم دیگه، هیچ یه بتونی 100 تا زن بگیری، زن مصنوعی بگیری 1000 تا بچه تولید شد. از این صحبت گذشته واقعا برای وجود هوش مصنوعی در زندگی بشر احتیاج به قوانینی جدیدیه، درسته؟ یواش یواش پیش میاد که باز قانون برای اینا گذاشت. واقعا ملاحظات اخلاقی واقعا یه چیزی هستش که دارن خیلی روش کار میکنن. از هر نظر شما نگاه کنید هوش مصنوعی میتونه از دست در بره، از کنترل در بره. اگر از کنترل که بیرون بره، واقعا من فکر کنم اون دوره آخر زمان میشه و من فکر میکنم که یه چیزی خواهد بود که ماها همه بنده برده این ربات ها خواهیم شد اگر درست پیش نریم، اگر درست قانون گذاری نکنیم. الان شما نگاه میکنید دولت چین اومده هوش مصنوعی، الان مسابقه بین هوش مصنوعی بین کشورهای دنیا الان بسیار زیاد شده و خب یک کشوری مثل چین از هر گونه دیتایی که دارن میتونن استفاده کنن و اینا رو ترین بکنن و اینا رو تربیت و چیز کنن، ترینشون بکنن این ربات ها رو. خب در آمریکا الان داره هر کسی داره مثلا این شرکت های مختلف سو میکنه که چرا نمیدونم فلان روزنامه میگه چرا از مقالات من استفاده کرد، یا فلان اون کسایی که آهنگ میسازن و اینا دارن سو میکنن که چرا از آهنگای ما استفاده کردی و یاد دادی که آهنگسازی یاد بگیرن این ربات شما و غیره و غیره. یعنی شما نگاه میکنین اینجا هی دارن ترمز میزنن و نمیتونن با اون سرعت پیش برن که داره چین پیش میره. چین الان داره سیمیلیت میکنه، داره شبیه سازی میکنه جنگ ها را و این و هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن و هوش مصنوعی خیلی بهتر از اون جنرال هایی که در جنگ کار کردن و کتاب نوشتن و غیره و غیره، اینا خیلی بهتر تونستن از این جنرال، این هوش مصنوعی خیلی پای فراتری گذاشته و خیلی بهتر از این جنرال ها در استراتژی جنگ ها نظر داده. به خاطر همین من فکر میکنم در دنیا الان هوش مصنوعی در هر زمینه ای داره پیشرفت‌های قابل ملاحظه میکنه و خب ملاحظات اخلاقی هم یه چیز بسیار بسیار مهمی هستش. همه میگن روزی که بمب اتم مثلا درست شد خب خیلی خطر بسیار بزرگی واسه بشریت بود، ولی خب شما بمب اتم رو خودش نمیتونه هیچ کاری بکنه، باید یه نفر بشینه اون بمب اتم رو یک شاسی رو فشار بده، ولی با خود مختاری که این ربات ها خواهند داشت و دارند و با این عقل و منطق و شعوری که اینا خیلی کارشون بیشتر از و بهتر از
ما انسان ها هستش و الان داریم میبینیم که دارن امتحان مثلا دوره دکترا میدن این ربات ها از کسی که مثلا پیش داره و دکترا در یک رشته مشخص دکترا گرفته سوالات ممکنه مثلا از 400 سوال 65 درصدش درست میده، ولی این ربات ها دارن 90 تا 95 درصد جواب درست میدن. یعنی نشون دهنده اینه که ربات ها دارن فراگیری میکنن و یاد میگیرن و از ماها خیلی سریعتر دارن پیشرفته میشن و واقعا هیچ به قول معروف اون آخر عاقبتش نمیشه الان ببینیم. در یک پوینتی میرسن بهش میگن سینگولاریتی پوینت. سینگولاریتی پوینت در یک نقطه نمیدونم فارسیش درست چی میشه، یه پوینتی هستش که واقعا همه چی برعکس میشه و ممکنه نقطه انفجار. نقطه انفجار درست میگن، این نقطه انفجار بالاخره اون سینگولاریتی پوینت اگه برسید که واقعا دیگه بشریت، من فکر نکنم ماها بتونیم در زندگی معمولی داشته باشیم. میتونیم یه زندگی داشته باشیم ولی مثل این سگ‌ها و حیوانات دیگه که ماها به قول معروف مستر هستیم و اونا رو زیر کنترل داریم، ماها شاید مثلا حیواناتی بشیم که واسه این ربات‌ها باید بشینیم تو خونه‌ش مثلا جون اینا رو بخندونیم و برقصیم واسه شون. برعکس داره میشه که بابا. ولی نه چون که میگم وقتی که شما حسابش کنید ربات ها میلیون ها برابر از ما قدرت فکریشون بهتر و بیشتر باشه، خب معلومه که از ماها سوء استفاده 100% میکنه. آچه خب آقای سپهر قصوی، این عکسی که از آخرین هوش مصنوعی که پوست براش درست کردن مثل پوست انسان رو الان شما دارید ببینید، بله من خیلی دلم بله بله، این عجب 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 چیزی درست کرده. این تازه اولشه نه؟ این تازه اولین پوست، این به نظر بیشتر عروسک میاد داره بچه ها بازی کنه، ولی این همین یاد تو باشه خانم آقای فردا پدر همه ما رو در میاره. از همینجا نگاه کنید این شروعشه و عجیبه ها. حالا شما به این چاقو بزنید تو صورتش، این خود به خود همونطوری که مثلا پوست ما جوش میخوره پوست این هم جوش میخوره، یعنی این پوست انسانه. حالا البته خب الان در این مرحله که شما دارید نگاه میکنید نمیدن کاسمتیک کنن، یعنی بهش زیبایی بدن، اصلا مثلا همه زیبایی نیست، مسئله این بوده که بتونن آیا میشه یک پوست انسان مثل پوست استخون انسان رو به صورت مصنوعی روی ربات گذاشت که دیدن شد. این اولین رفیقای شما در آینده هستن، اینا یا شوهر شما میشن در آینده یا زنتون میشن یا رفیقتون میشن یا همسایه‌تون میشن یا اربابتون میشن یا اینکه نوکرتون میشن. الان از حالا قیافه ها رو نگاه کنید، نه خوب رفتن جلو آقای روپرور. دقیقا درست میگن، میگن بوش بسرایی واقعا میتونه نقش مهمی در طراحی قطعات که قابل چاپ سه بعدی باشن یک واقعا نقش مهمی ایفا کنن که نه تنها از لحاظ ساختاری محکم باشن بلکه به طور یک پارچه بتونن با بدن ادغام بشن و این یک کاری هستش که اپتیمایز میکنه، بهتر میشه این ساختارهای داخلی و هم بهتر انعطاف پذیر خواهند بود. من فکر کنم هوش مصنوعی خودش طراحی بسیار زیادی بکنه و با کمک چاپ سه بعدی بتونن انسان‌های یعنی قسمت‌های مختلف بدن را درست کنن و در کاربرد مثلا پروتز بخوان درست کنن و اون پروتزها را کاستماایز بکنن، شخصی سازی بشه و من فکر کنم پیشرفت‌ها و تحقیقات بسیاری در این راه داره انجام میشه و من فکر کنم پیشرفت ها خیلی چشمگیرتر در آینده خواهد شد. من دارم همش مجسم کنم جامعه فردا رو، مثلا یه پسر یه دختره با مادرش تو خیابون داره راه میره میگه مادر مثلا من از این آقای خوشم، ولی خاک برسه یه آدم مصنوعی ولش کن بیبریم مثلا یه طبیعی شه پیدا کن.
یعنی اینجوری میشه به نظر من که جامعه داره به شکل دیگه مثلا تداوم پیدا میکنه، یه موجودات دیگه ای دارن میان تو زندگی ما که مثل خود ما هستن. حالا من یه سوالی دیگه هم، حتی خب من میدونم که بیشتر خب اینا بیشتر چیپس رو نمیدونم از این چیزا باش درست میکنن انسان ها رو، ولی فکر اینا خون و آب هم تو بدنشون هست؟ فعلا که تمام سیمکشی هستش و موتورهای میکانیکی هستن، و ولی در آینده ربات ها بیشتر بیولوژیک میشن، یعنی از سلول ها درست میشن، از ماهیچه ها درست میشن، و موتورها یواش یواش موتورها میتونن موتورهای بیولوژیکی درست کنن. شما حسابش کنین هر الان خیلی خیلی دارن در این زمینه دارن پژوهشگران با پزشکان و محققین دارن کار میکنن که بتونن واقعا یه چیز درست کنن که بیشتر شباهت به انسان داشته باشه. ولی خب شما نگاه کنین، اگر در درون من آهن باشه یا مثلا خب مثلا پای من عمل کردن و یه مقدار بریدن یه آهن گذاشتن، واسه من که فرقی نمی کنه حالا آهن باشه اون تو یا استخوان باشه. حالا اگر اون رگی که در بدن من هستش حالا سیم برقی باشه که داره کرنت رد میشه، داره اون شدت جریان داره رد میکنه، و یا مثلا چیزای دیگه باشه، رگ و پی باشه که داره مثلا پالس ها رو میفرستن از این ور به اون ور. یعنی شما نگاه بکنید واقعا اون آتکامش مهمه، اون خروجیش مهم هستش که بتونه مثلا شباهت به انسان داشته باشه، دستش شما لمسش بکنید، تاچش بکنید، بتونید باش حرف بزنید و مثل یک انسان با شما بشینه صحبت. فرقی نمی کنه که از آهن درست شده باشه یا از استخوان درست شده باشه. راست میگید. دارم همینجوری من فکر میکنم که این آدم های آینده چجوری خواهند بود، چجوری با مسالمت رفتار خواهند کرد، یا شد نمیدونم. همونجوری که روز اول من داشتم از رادیو میشنیدم که آیا دستگاهی به وجود اومده، شما یه نامه بنویسید، 30 ثانیه دیگه دست نامه طرف دست این طرف میرسه و تلگراف هم نیست و گفت اسمش پکته، و اون موقع من نفهمم چطور میشه شما بنویسید با کامپیوتر همون موقع طرف اونجا ببینه و میتونه به اصطلاح کپی هم بگیره، پرینت هم ازش بگیره. برام عجیب و غریب بود، برای تمام شنونده ها عجیب و غریب بود. الان هم حزم این که انسان مصنوعی دارن درست میکنن، تا اینجای قضیه حتی پوستم براش درست کردن، پوستش هم مثل پوست من شماست، جوش میخوره، زخمشه خود به خود درست میشه خودش، و و و من بیشتر فیلمای فانتزی به نظرم میاد، فیلمای درست کنه هالیوود، آدم را هر چی میزنن نمیمیره، دوباره تیکش کنن خوردش کنن از اون بالا نداره تیکه ها جمع میشه آدم داره. این چیزای فانتزی به نظرم میاد که آینده بشر چی خواهد بود. البته تا اینجای قضیه که مثلا همه چیز در دنیای ناشناخته است و نمیدونم در تاریکی ما قرار گرفتیم که آینده چه خواهد شد، اما مزایایی هم داره که الان من میخوام بعد با آقای دکتر مهندس فرزان روح‌پرور قرار بذارم که 2 هفته دیگه در مورد این مسائل صحبت کنیم، از جمله این که بسیار بیماری ها رو داره هوش مصنوعی درست میکنه، بسیار مداوا میکنه، و خیلی جالب بود برام که حالا من بعدا واقعا میخوام شما در مورد جزئیاتش با ما صحبت کنیم، مثلا بیماری سر و اشک کردن و فلان اینا رو هوش مصنوعی تونست معالجه بکنه، یعنی در واقع یا مثلا سرطان پستان رو با تمام آزمایشات که دارن میکنن، آزمایشات کردن بود یه سری خانم زیادی با همه آزمایش معمولی گفت خب اینا سرطان پستان ندارن، بعد متوجه شد نه هوش مصنوعی تشخیص داده مثلا 100 نفر یا 1000 نفر 10 تاشون هم سرطان داره، یعنی در واقع آزمایشگاه ها و تست ها گفته سرطان نداره ولی هوش مصنوعی گفته سرطان داره، سرطان هم داشته. از این تازیه های پزشکی میخوام با شما صحبت کنیم آقای روح پرور، موافقید؟ در خدمت شما خواهیم بود. آره اجازه بدید که اینو موکول کنیم به 2 هفته آینده که در پزشکی، میگم که این ور قضیه آدم
به نظرش خوفناکه، داره چی میشه دنیا، ولی اون ورش هم این هوش مصنوعی داره به انسان خیلی کمک میکنه. سپاسگزارم آقای روح پرور عزیز فرزان جان. یادمون نره تماشاگران عزیز، هر دوشنبه در میون ما با آقای روح پرور هستیم، یک شنبه دوشنبه آقای بیژن افتخاری هستن بحثای اقتصادی میکنن و یک دوشنبه جناب آقای روح پرور هستن که بحثای تکنولوژی میکنن. خب یواش یواش گپ خودمای تخصصی داره میشه. ممنونم از شما باجدارم جناب روح پرور، ممنون از تماشاگران عزیز و نازنین که با ما بودن. تماشاگر که بگذاریم که محصول کار ما رو به نهایتاً سپهر خسروی که به خونه‌هاشون میفرسته، از سپهر خسروی کارگردان فنی برنامه سپاسگزارم، سپهر خسروی نازنین. و بعد یک سپاس دارم، سپاس ویژه و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شب روزتون خوش.